کنم، اینو تجدید چاپ کردم، سفرنامه رضاشاه به مازندران و خوزستان. به مناسبت 88مین سال روز صدور فرمان کشف حجاب در تاریخ 17 دی ماه 1314 توسط رضاشاه پهلوی، امروز کنفرانسی به همت انتشارات شرکت کتاب در شهر لس آنجلس برگزار شد که همراه بود با سخنرانی جمعی از فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران پیرامون اعطای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به زنان در ایران که در جریان این تحول تاریخی صورت گرفت. به نظر من پرداختن به موضوع مقام زن و حقوق زنان این مختص نباید باشه به 17 دی. متاسفانه جمهوری اسلامی در این 45 سال مقام زن، مقام مرد، مقام کودک، مقام تمام ایرانی ها رو زیر پاش گذاشته. این مردمن که مسیر حکومت ها رو تعیین میکنن، ولی در یک جامعه متاسفانه عقب مانده ای که ما ایران شاهدش بودیم در مقایسه با تمام دوران ایران باستان، ما از زمانی که اسلام و اعراب استیلا پیدا میکنن بر ایران، زن رو جزو شهروند درجه دو یا اصولا شهروند حساب نمیکنن. در نتیجه رضاشاه هیچ راهی به نظر من نداشت جز اینکه با یک فرمان و با قدرت این کشف حجاب بکنه و این جریان رو یک بار برای همیشه بتونه عوض کنه. سرخوردگی از این آخرین تلاش هزینه سنگینی داره و چه حیف. برای اولین بار نه تنها داخل و خارج متحد شده بودیم، بلکه کاری کرده بودیم که خارجی هم قیچی برداشته بودن و موهاشون رو میچیدن. مگه داریم؟ و بعد چی شد؟ اون اتحاد چی شد؟ اولین خطش شاید حجاب باشه، برای اینکه آزادیی که من دلم میخواد داشته باشم، اما هزار تا چیز پشت سر اون وجود داره و من فکر نمیکنم الان کسی با بی حجابی فکر بکنه آزادی اومده، یا فکر نمیکنم اصلاح طلبان بتونن با برداشتن حجاب بخوان به مردم بگن خب الان دیگه آزادی وجود داره. سعادت کشور و آینده ملت در دست شما زنهای ایران است. من اصلا اعتقاد ندارم به این که این کشف حجاب یه مسئله دیکتاتوری بود که حجاب رو برداشتن، چرا که اگر بریم به همون زمان اشاره کنیم، اون موقع مرد سالاری بوده و اصلا امکان حتی پدر و پدر بزرگان ما اجازه نمیدونن زن بیاد تو جامعه و این اتفاق باید میافتاده. با این کشف حجاب یعنی زن آمد در عرصه اجتماعی قرار گرفت. ما ندانستیم که ترسانیم و میان زمین و آسمان واژگون رویدیم. در کنفرانس امروز سخنرانان به مراحل و چگونگی دستیابی زنان در ایران به حقوق شهروندی و مدنی خودشون از پیش از جنبش مشروطه تا انقلاب زن زندگی آزادی پرداختند و از فرمان کشف حجاب به عنوان یک رویداد مؤثر تاریخی در پیشرفت اجتماعی زنان در ایران یاد کردند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.